دنیا بودم. باری کرده به تو دیگه نترستم بیام خدمتت. چرا؟ به خدا از من که تستنها بودم، عروسی بودیم اونجا سه چهار روز شب و روز اونجا خلاصه خوش گذشته. خب عروسی کی بود؟ خاچیک؟ بذار اول بینندگان عزیز بگم خاچیک پسر عمه من خاچیک آهنگر سر کوچه ما بوده، دم مدرسه من بوده. تماشاگرا بگم من با کی دارم صحبت. خاچیک اون موقعی که من دبستان میرفتم بچه ها بگم یه چیز جالبی برای بگم. یه روزی آقای شبان بیموغ یه روز سگ زمان چیز چیه پیشه مرداد خب یه رو سر رو نوشته بودن رو مرگ برشا. خب سگ سفیدی بود. خب دیده بودن من همون جو شاهدش بودم جلو بیمارستان چینا بود و اینا شعبان جعفری هم یه جیپ قرمز داشت. این بلند شد از جیپ پیاده شد و تق و گفت و افتاد دنبال این سگه رو به صورت بزنه اینو بکشه. نه تو نه سعید زندگی در رفت خلاصه. آها یه دیگه بود خوش شوهرش بود چون خاچیک پشت به میدونم خاچیک که آهنگری جایی بود که در واقع پشتش باشگاه شعبون بود، باشگاه جعفری بود. اینه که میدین ما خود هم هر روز شعبونی میدیدیم شعبون خود رو بزنیم سال نرکه چی خیابان ورزش. آره 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 این که خیابان ورزش همون که سازمان ورزش بودی سازمان تربیت کرده بود خود که کنند ما بود رسن باشگاه جعفری. اوکی آقا پس عروسی بود و خوش گذاری تو کالیفرنیا. گلندل هم را بود بودی؟ آره گلندل بودم دیگه همون دیگه وزیر باید رفتم بگه دخترم جاش خالی بچه های خوهرم و نوه هم هم دیدم امدنم خوش گذاری برای من این دختر خوشونوش مثل چاری چاپی به شما میرم اینقدر حال کردم به جان تو خاچی نه جونه عرقه رو زدی؟ نه بابا چی میزم نه زدی؟ ببین اینجا آرلینگتون میدی کجاست؟ تکساسی دیگه تکساسی یه داره مشروب فروشی پیدا نمی کنی پس عرقه رو جوری گیری میری؟ و باید یا بیاییم دلار سیدا کنیم یا بیاییم فوت فوت بابا سخت شد خیلی با حالا کالیفرنیا هر وقت کنی که میری عرق خورگی هست ولی اینجا ما بدبخت های هیچ چی گیرمون نمیاد. پس شما بگو رفتی تو جمهوری اسلامی آرلینگتون هم مثل جمهوری اسلامیه. آه باری گل آره یه چیزی یه ذره اوبرتر هم بریم از خیابونه ما اصلا آمیرم گیری میام. آقا خاچی خوشا چه افصالت شنیده باور کن منم خیلی میخواستم ستا جون با صحبت دارم آقا مابود دارم بکه دیشب آماده بودم دو شیرینی هم از کالیفرنیا آورده بودم اون رفیق بودم من کالیفرنیا بودم آقا من چلو کباب درست کردم دیرم باید آره من کجا آمده کنم بعد امشب هم آورده تو با من دمت گرم خاچیک بسی برم خطای دیگه رو بگیرم وقت بچه محل من تموم شد نام شرفم قربونت برم من مرسی قربونت حالا وقت باست بدم دیگه به بچه محلم ما بچه بودیم خاچیک در مدرسه ما آهنگه پتک میزد عرقش هم میخورد ما بچه بودیم میدیم چه همون موقع مرد خوبی بود مرد زحمتکشی بود و انقلابم شد تو کالیفرنیا منو پیدا کرد حالا گاهگداری خاچیک زنگی به ما میزنه یه تعریفی میکنه من نمیتونم بهش بگم نه حق آب و خاک داره حق رفاقت با من داره اینی که خاچیک میتونه گاهگداری سشاری قرچی دوست داره بگه و این از حق خودم من به خاچیک میدم. مرسی خاچیک خوشحالم که صدات شنیدم. سلام از که قربان الو سلام عرض کردم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ قربونتون برم. خیلی ممنون از اسامی که ذکر کردین.
دو نفر میخواستم یادآوری کنم از این افرادی که شما میفرمین غایبن و چرا پیداشون نیست. یکی خانم شیرین عبادی، ایشون که همه برای تجدید انتخابات و اینها تقلا میکردن واقعا اون روز باید در نیویورک باشن. درسته. و یکی دیگه هم خانم شیرین نشاط هست که ایشون همین اخیرا هم دو پیش در کار برنده بهترین کارگردان سال شدن با همون لباس سبز و وی ویکتوری رژه رفتن. خیلی خوب میشه اگر ایشون هم بیان در رژه نیویورک باشن، هم دوربین ها رو خیلی جلب میکنن هم میدیا رو. حالا دیگه استادان دانشگاه که دیگه اسامیشون فراوان. آقا خانم یک دنیا ممنون، عالی بود، خواهش میکنم. کمکم کردیم، مرسی. قربان شما. خواهش میکنم راجع بهش صحبت کنیم. صد در صد موافقم با تو. این دو شیرینا خوبن، هر دو تاشون شیرینن. حضورشون هم شیرین، شیرین عبادی، شیرین نشاط. سلام عرض کردم قربان. الو. سلام عرض کردم. سلام عرض کردم، خسته نباشید. قربونتون برم، مرسی عزیز. انشالله کم میشه، خدا یار یاورت باشه. قربونت برم. یه مطلب خیلی خوب میخواستم بگم. چند وقت پیش ایران بودم طرف های راه آهن، دیدم یه پیر زن یه مش پوپی نایلون دستشه. گفتم ننه اینا را دست میزن تیم بازه. گفت نه، اونو جمع میکردم میردم به خیلی امام برای کمک. وقتی دیدم اینا چوب و چوب میشه بود جون مردم میگرفتن، دیگه تصمیم گرفتن برم برم فقیه بیچارا تو خیابون ببارن. با آدمش کرده، درست میگه. همه همین اعتقاد هست. خوشبختی تمام اینا میشه ملت این رژیم خوب شناختن. تمام مسائل باعث شد که بیشتر مردم آگاهی پیدا کنن. این پیرزن که واقعا را نمیتونه بره به خوراش رایده، گفت اینو دیگه تصمیم گرفتم برم فقیه بیچارا ببارن چوب و چوب این مردم جوان ها بیافتن. درست. قربونه بیشم، بشم. شب شما بخیر. جان سلام هستی قربان. الو. سلام هستم طوفان جان. درود شما جناب آقای ستاردلدار. حالتون خوبه؟ شما خوش. قربون شما. من آقای دلدار عزیز. جون. اولا که اگر یادتون باشه در حدود یک سال پیش یکم شاید بیشتر شما عرف گیری کردین که من عضو شماره 71 بزاقی یک هستم. خب. شما من نمیدونم چرا احتیاج نیست که اسم عضواتون رو بیارین، فقط کافی از عضوا بخواین بیان ماهانهشون رو بپردازن. آره راست میگی، الان ما دنبالش نبودیم. همش که نمیشه فشار رو یکی دو سه نفر عزیزا آورد. ببینید جناب آقای سکویی که ایشون وقتی پرداخت میکنن میگه گرسنه قدر گرسنه رو میدونه، چون ایشون خودشون بارها به بنبست خوردن. قدر تلویزیون آپادانا رو که یک تلویزیون مبارز هستش میدونه و دلش نمیخواد بسته بشه، چون اگر هر تلویزیون مبارزه درش بسته بشه یعنی دهن نهنگ جمهوری اسلامی بیشتر باز میشه و همه ما رو قرچی میده. این یکی. من ازتون خواهش میکنم حالا دیگه عضوا باید به کمک بشه تا بعد، چون شما تنها نیستین که شبا سر بر بالش میگذارین با نگرانی برای روز بعد. کمتر میتونین مطالبه کنین چون بیشتر پای تلویزیون میخوان که کمک رسانی کنن. متاسفانه دو تا مثال میزنم، ما ایرانی ها بعضیامون همونهای هستیم مثل آخوندیا، وقتی بگیم که دستتو بده نمیده، باید بگیم دستمونو بدیم. یا اگر شما بچه خوزستان هستیم، ببخشین کلمه بچه به کار میبرم چون من میدونم شما هم خوزستانی هستیم. یادتون میاد سینمای ساحل؟ آره. چطور باید؟ بچه موقع که تابستون بود بیرون فیلم نگاه میکردن، میرفتن بالای درخت کنار شهربانی از روی درخت مجانی فیلم رو نگاه میکردن. بعضی شنونده الان همون کار دارن میکنن و این کار قشنگ نیست، چون شما زحمت میکشید، کتاب میخونید، روی کامپیوتر ها میرید، اطلاعات جمع میکنید و میرید به این مردم میرید روشنشون میکنید. پس تو رو خدا بشون بگید از روی اون درخت بیاییم پایین. برو دیرتون رو بدید لطفا. این یکی. بعد این آقای نازنینی که الان اومدن روی خط حتما تا خرخره عرق سگی خورده بودن،
که روی سگ اون حرف رو نوشته بودن آدم های اخده‌ای که مملکت